هند کشوری معروف تعداد اقوام مذاهب و است که همگی در طول تاریخ کنار یکدیگر در آرامش به زندگی مشغول بودند این کشور اما طی سالهای اخیر شاهد اقدامات تبعیضآمیز حکومت علیه غیر هندوها خصوصا مسلمانان بوده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد بررسی اتفاقات چند سال اخیر در کشور هند نشان می دهد که این کشور به رقم تعدد اقوام و ادیان و مذاهب کارنامه خوب در تعامل با آنها به خصوص با مسلمانان را نداشته در همین راستا رئیس پیشین شورای وقف اوتار پرادش به عنوان یک نهاد حکومتی با مراجعه به دادگاه خواستار حذف آیاتی از قرآن شده است رهبران شیعه و اهل تسنن هند درخواست وی را محکوم کردند مولانا کلب جواد از روحانیان شیعه و دبیر کل مجلس علمای هند در سخنانی اقدام برای حذف 26 آیه از قرآن را محکوم کرده و خواستار دستگیری و مجازات ویب شد وی گفت این فرد نه شیعه است و نه سنی وی عامل نیروهای ضد اسلامی است و اگر مقامات دولتی او را دستگیر نکنند نشان میدهد که آنها نیز خواستار آشوب و فتنه در جامعه مسلمانان هند هستند از سوی دیگر اخیرا انتشار گسترده فیلم حمله یک هندو به یک پسر بچه مسلمان به جرم خوردن آب آشامیدنی در یک معبد هندوها در شبکه های مجازی واکنش های به همراه داشته که از دیگر اقدام ها علیه مسلمانان در این کشور به شمار می روید. وارون کمار مسئول روابط عمومی پلیس قاضی آباد در این باره به خبرنگاران گفت ما پس از انتشار ویدیو در رسانه های اجتماعی یک نفر را دستگیر کردیم و همکنون نیز در حال تحقیق برای یافتن دلیل دقیق چنین رفتاری هستیم از زمان به قدرت رسیدن حزب حاکم بهارت یا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارند مودی در سال 2014 خشونت علیه مسلمانان و نیز جوامع اقلیت در هند به طور فضاینده ای شیوع یافته است دیدبان حقوق بشر در گزارش جهانی 2021 که خود اعلام کرد حملات علیه اقلیت ها به ویژه مسلمانان ادامه یافته و مقامات نیز اقدامی در مقابل کسانی که علیه مسلمانان دست به خشونت زده بودند و همچنین رهبران افراطی ها نشان ندادند